سلام به دلای مهربونتون، امیدوارم که مثل همیشه پر از آرامش و عشق باشین. ندا هستم با یکی دیگه از برنامه های بیوتی فیس در خدمت شما عزیزان. امروز قراره که تو این برنامه با همدیگه یه بلک ماسک خونگی درست کنیم و این ماسک یک ماسک بسیار پرطرفدار هستش و اینکه خب ما همیشه به صورت مواد شیمیایی و داخل این ماسکایی که بیرون میفروشن دیدیم بلک ماسکو، ولی من امروز میخوام به شما آموزش بدم که چجوری به راحتی میتونید تو خونه بلک ماسک خونگی درست کنید و خب خیلی ارگانیکتر و سالمتر از ترکیب دو سه تا مواد با هم دیگه بتونید این بلک ماسکو درست کنیم و روی پوستتون بذاریم. خب این ماسکی که امروز میخواییم با هم دیگه درست کنیم، بلک ماسک، ترکیباتش، خب میخواییم بدونیم که اگه خونگی باشه چجوری باید درستش کنیم دیگه. اولین مادهی که ماده بیس و پایه این ماسک هستش زغاله. حالا نمیدونم شما عزیزان چقدر در مورد خواص زغال در واقع اطلاعات دارین؟ اگه اطلاعاتی دارین که خب خیلی هم عالی، اگر هم اطلاعاتی ندارین هیچ اشکالی نداره، من به صورت مختصر به شما تا حدودی در مورد فواید زغال توضیح میدم. خب اول اینکه این ماسک یعنی ماسک زغال یک ماسک لایه برداره و باعث میشه پوست شما کاملا روشن و شفاف بشه و چین و چروکای پوستتون هم از بین بره. این راجع به خواص اصلیش که خب میخواییم بدونیم که اصلا روی پوستمون چه تأثیری میذاره. این زغالی که تو ترکیبات هستش و قراره که به صورت ماسک خونگی بشه و روی پوستمون بذاریم زغال فعال هستش. یعنی شما اگه تشریف ببرین عطاری و بگین که من زغال فعال میخوام، اصلا در اختیارتون قرار میدم و ما این ماسک رو قراره که با زغال فعال درستش کنیم. و زغال جدیدن انقدر طرفدار پیدا کرده که خودتون بهتر میدونین، بیشتر در ماسکای خونگی که همین بلک ماسک یا در صابون‌های زغال یا در خمیردندون‌های که به شکل زغاله بکنم دیدین ترکیباتش و واقعا هم پر از خواصه. اما باز خدمتون گفتم ما چون به صورت خونگی و داریم ارگانیک این مواد رو درست میکنیم 100% تأثیرش روی پوستمون بیشتره. خب همه هم خوب میدونیم که تو طول روز ممکنه که وقتی که تو محیط بیرون قرار میگیریم پوست ما آلودگی ها یا چربی که در واقع خود پوست صورتمون داره میزانش بیشتر بشه و بیاد این در واقع روزنه های پوستمون رو ببنده و همین امر باعث میشه که پوست ما مستعد، چون منافذش بسته شده، مستعد جوش بشه و بیشتر از نوع جوش های آکنه که در مورد جوش های آکنه من تو برنامه‌های قبلی اگه دیده باشین کامل در مورد مبحث جوش‌های آکنه صحبت کردم، بهتون توضیح دادم. و خب الان این ماسک هم علاوه بر لایه برداری و خدمتتون گفتم اینکه پوستمون رو شفاف می‌کنه، میاد اگه شما عزیزان جوش‌های آکنه هم داشته باشین این جوش‌ها رو کامل از روی سطح پوستتون برطرف می‌کنه. یکی از فواید خیلی خیلی مهم زغال هم این هستش که خاصیت ضد التهابی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه که شما دچار گزش شده باشین با حشرات یا هر چیزی، پوستتون حالت التهاب پیدا کرده باشه یا از بیماری هایی مثل پسوریازیس یا اگزما، بیماری های حساسیت پوستی، زغال به خاطر خاصیت ضد التهابش باعث میشه که پوست شما اون التهابش گرفته بشه و خیلی پوست سالم و سلامت داشته باشید.
افرادی که تیپ پوستیشون چرب هستش بیشتر از این ماسک باید استفاده کنن و اصلا این برنامه مخصوص کسایی هستش که تیپ پوستی چرب دارن، به خاطر اینکه این چربی باعث میشه که خدمتتون همیشه گفتم مستعد انواع جوش ها بشین، به خصوص در واقع جوش های آکنه. پس این برنامه بیشتر به درد کسایی میخوره که تیپ پوستیشون چربه و مستعد جوش هستش، چون خدمتتون گفتم زغال یک پاکسازی عمیق در واقع روی سلولای پوستیمون انجام میده و تمام اون چربی ها و آلودگی ها رو از روی پوستمون پاک میکنه. خب دومین ترکیبی که باید با زغال در واقع ترکیب بشه و ما بتونیم اون بلک ماسکی که تو بیرون دقیقا میبینید این همون بلک ماسک رو در واقع درست کنیم و روی پوستمون بذاریم، به غیر از زغال ما نیاز داریم به پودر ژلاتین. ژلاتین یه ماده بدون رنگ، بدون بو و بدون مزه هستش که خب هممون دیدیم به صورت پودر هستش. جالبه بدونین که این ماده از کلاژن اعضای بدن حیوانات گرفته میشه. یعنی ممکنه براتون اصلا سوال پیش بیاد که ژلاتین ساختارش چطوریه؟ خدمتتون گفتم این ماده از کلاژن اعضای بدن حیوانات گرفته میشه و یک ماده بسیار عالی و سرشار از مغذی هستش برای پوست صورت ما. خب از ترکیب همین دوتا ماده ساده و البته یه مقداری آب جوش که جلوتر حالا میریم با هم دیگه مواد رو ترکیب میکنیم، ما دقیقا همون بلک ماسکی که شما در بیرون میبینید تهیه میکنیم و روی پوست صورتمون میذاریم. فقط قبلش دوباره من خیلی مختصر و سریع تیپای پوستی و خدمت شما عزیزان توضیح بدم تا اگه عزیزی این برنامه رو برای اولین بار میبینه تیپ پوستی خودش رو بهتر بشناسه. ما سه نوع تیپ پوستی داریم: پوست‌های خشک، پوست‌های چرب، پوست‌های مختلط و ترکیبی. خب اولین سوال این برامون پیش میاد که ما از کجا متوجه بشیم که کدوم سه تا از این در واقع دسته تیپ‌های پوستی هستیم. اگه که دائما پوست صورت شما با شستشوی مداوم و اینکه نکات در واقع بهداشتی و زیبایی پوستتون رو مداوم انجام میدین، اما همیشه لایه چربی روی گونه هاتون و قسمت بینیتون یه لایه چربی وجود داره، شما 100% توی گروه پوستی چرب قرار گرفتین. و اگه که شما استحمام میکنین بعد از اومدنتون در واقع از حمام، پوستتون دچار کشیدگی یا پوسپوس شدن یا کاملا متوجه هستین دچار کم آبی و بی آبی هسته، شما حتما تو نوع تیپ پوستی خشک در واقع قرار گرفتین. و اگه که نه خیلی پوستتون خشکه، یعنی اینکه این خصوصیاتی که در مورد پوست خشک گفتم و مواردی که در مورد تیپ پوستی چرب گفتم در هیچ کدوم از این دو تا دسته نیستین، من به شما تبریک میگم، شما توی در واقع تیپ پوستی ترکیبی و مختلط قرار گرفتین که بهترین نوع تیپ پوستی هم هستش. و یادتون باشه که صورت ما همیشه خدمتتون میگم ویترین بدن ما هستش، هم برای خانوم ها هم برای آقایون هیچ فرقی نداره. شما آقایون عزیز هم همیشه باید به پوستتون رسیدگی کنید، شما خانوم های عزیز هم همینطور، و این روتین در واقع پوستی رو همیشه داشته باشید. الان وقت این رسیده که بریم اون دوتا ماده که گفتیم رو با هم دیگه در واقع پودر زغال فعال و پودر ژلاتین رو با هم دیگه ترکیب کنیم، ولی قبلش برین دستاتون رو تمیز بشورین، صورتتون رو تمیز بشورین، برگردین اول تکنیکای ماساژ رو با هم دیگه انجام بدیم، بعد میریم اون مواد رو با هم ترکیب میکنیم و اون بلک ماسک خونگی مهیجمون رو میذاریم روی پوست صورتمون و میبینید که چقدر از بلک ماسک هایی که بیرون دیدین پرخواستر و خیلی خیلی سلامت تره.
خب من برگشتم اومدم خدمتتون، مطمئنم که دست و صورتتون رو شستین و تشریف آوردین که با هم دیگه اولین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. و یه نکته خدمتتون بگم، اگه که تو تیپ پوستی خشک هستین نسبت به اون توضیحاتی که خدمتتون دادم، قبل از اینکه این ماساژ رو انجام بدیم دستاتون رو یک کوچولو با کرم یا روغن چرب کنین، چون پوستتون خشک هستش و حتی کسایی که پوستشون چرب هستش اما خیلی خیلی کم. من این نکته رو به خاطر این خدمتتون میگم چون ما بعدش بلافاصله میخواییم ماسک بذاریم روی صورتمون و من نمیخوام که پوست صورتتون این منافذش با روغن و در واقع این کرم پر بشه. به خاطر همین میگم مقداری که میزنین در حدی بشه که فقط دستتون چرب بشه روی صورتتون بتونین ماساژا رو انجام بدین. پس خیلی صورتتون رو چرب نکنین چون بلافاصله بعدش میخواییم بریم ماسکر رو درست کنیم روی صورتمون بذاریم. بریم اولین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. برای انجام دادنش این دو تا انگشتتون رو به هم دیگه بچسبونین روی قسمت سونتون و شروع بکنین از این قسمت یه فشار بیاریم به سمت بالا زیر در واقع پره‌های بینیتون، شروع کنین یه چرخش و حالت دورانی بدین دوباره به سمت بالا روی بینیتون حالت دورانی و کل دستتون رو باز کنین، شستاتون رو بذارین زیر چونتون و کامل پوستتون رو بکشین به سمت بعد. این میشه یه تکنیک با سه تا در واقع تکنیک ترکیبی با هم دیگه. حالا من به صورت تونتر انجام بدم که شما عزیزان ببینید. دوباره با هم دیگه آروم انجامش بدیم. اول از قسمت پایین به سمت بالا یه حالت دورانی روی بینی حالت دورانی و یه کشش کامل دست به سمت بغل، کل پوست صورتتون رو باز کنید. با من انجام بدیم. یک بار دیگه بسیار ماساژ عالی هستش، حتما امتحانش کنین. این ماساژ و تمامی ماساژ ها رو سه بار تو طول روز انجام بدین حتما به صورت روتین و اینکه تعدادش هم به اندازه یک دقیقه اگه این ماساژ رو، یعنی ماساژ سه تا ماساژ ترکیبی رو با هم دیگه انجام بدین بسیار عالی هستش. بریم سراغ دومین تکنیک ماساژ. برای انجام دادنش از دوتا دستاتون استفاده کنین و قسمت وسط دوتا ابروتون رو شروع کنین. 5 تا از قسمت پایین به سمت بالا شمارش کنین و بعد از 5 تا دستتون رو جمع کنین به صورت مشت کشش و این کشش رو ادامه بدین تا قسمت زیر گردنتون. دوباره با هم دیگه انجام بدیم. خیلی خیلی ماساژ عالی هستش، با من انجام بدین و ببینین که چقدر حس خوبی دارین. یک بار دیگه این ماساژ هم به مدت 1 دقیقه و روزی 3 بار انجام بدید.
بریم سراغ سومین تکنیک ماساژ. اینم خیلی آسونه، فقط نیاز داره که دستتون بذارین روی چونتون، دو تا دستاتونو، و شروع کنیم به کشش و هر دست رو که روی صورت قرار دادین، یعنی یک طرف صورت هستش، به همون سمت کشش وارد کنید به این صورت. از قسمت چونه شروع کنیم با من و بیاین روی قسمت گونه ها و کل صورتت. دوباره برگردیم روی قسمت چونه، گونه ها و ادامه بدیم. این هم ماساژ بسیار عالی هستش، انجام بدیم خودتون متوجه میشین که چقدر حس خوب بهتون میده. پس روی چونه و گونه هاتون. این ماساژ هم به مدت 1 دقیقه و روزی 3 بار انجام بدیم. چهارمین تکنیک ماساژ خیلی آسونه و روی قسمت پیشونی هستش. ماساژهایی که روی قسمت پیشونی هستن خیلی ماساژهای عالی هستن و حالت ریلکسیشن بیشتری دارن و وقتی که خودتون انجام بدین کاملا متوجه میشین که چقدر حس خوب بهتون میدن. حالا با من همراه بشین. برای انجام دادنش خیلی هم آسونه. یکی از دستاتونو بذاریم، به وسیله این 3 تا انگشتتون شروع کنیم به کشش از این سمت به سمت مقابل و دستتون رو موقعی که بردارین این یکی دست رو بعد جایگزین کنین و با این دست انجام بدین، اما به صورت پشت سر هم به این شکل. این ماساژ رو 2 دقیقه و روزی 3 بار تکرار کن. بریم آخرین تکنیک ماساژ رو انجام بدیم. سریع بریم اون مواد رو با همدیگه ترکیب کنیم و اون بلک ماسک مهیج رو درست کنیم و روی پوستمون بذاریم. برای انجام دادن این ماساژ هم که برای ناحیه غبغبمون هستش و خیلی هم مهم هستش، کافیه که این 4 تا انگشتتون رو زیر در واقع استخون فکتون قرار بدین از 2 طرف و با 2 تا شستتون شروع کنین ناحیه زیر غبغبتون رو به سمت بیرون ماساژ بدین. پس دستاتون رو تکیه گاه میکنین و با شستتون شروع میکنین از قسمت چونتون به سمت داخل قبقبتون رو ماساژ میدین. این ماساژ هم خیلی ماساژ عالی هستش و جریان خون رو توی قسمت قبقب بالا میبره. این ماساژ هم عالی هستش و باعث میشه که جریان خون توی قسمت قبقبتون بالا بره. این ماساژ هم به مدت 2 دقیقه و 3 بار تو روز تکرارش کنین. خب حالا که اون ماساژ رو با هم دیگه انجام دادیم و جریان خون توی صورتمون بالا بردیم، وقت این رسیده که بریم اون دوتا ماده رو با هم دیگه ترکیب کنیم و اون بلک ماسک رو درست کنیم، روی پوستمون بذاریم و تاثیرش رو شما عزیزان ببینیم. اومدیم که بلک ماسک خونگی جذابمون رو درست کنیم. خدمتتون گفتم به پودر زغال فعال نیاز داریم. پودر زغال فعال رو میتونین از عطاریا تهیه کنین، تمام عطاریا دارن. پودر ژلاتین میخواین. اگه که تو دسترستون بود گلیسرین باشه خیلی بهتره، به خاطر اینکه گلیسرین اگه داخلش بریزید در واقع اون ماسکتون یه قالب بلند میشه، اما اگه گلیسرین نریزین تیکه تیکه میشه و ماسکتون میشکنه، اذیتتون میکنه. بازم اشکالی نداره، اگه نبود مشکلی نیست. حالا به چه میزان پودر زغال فعالتون باید 2 قاشق پر قاشق غذاخوری باشه، در واقع که من ریختم داخل ظرفم. یادتون باشه به ازای هر 1 قاشق در واقع پودر زغال فعال باید 2 تا قاشق پودر ژلاتین بریزیم. پس الان من چون 2 قاشق اینجا ریختم 4 تا قاشق باید اضافه کنم. این میزانی هم که من ریختم داخل ظرفم تقریبا اون 4 تا هستش، خورده بیشتره که قاشقای من چون چوبیه کوچیک‌تره.
تقریبا این 4 قاشق به ازای پس هر یه قاشق باید 2 قاشق پودر ژلاتین. خوب به هم بزنید ترکیبو تا این پودر زغال فعالمون با پودر ژلاتین قاطی بشه. و این که خدمتون گفتم گریسیرین رو بهتره که بریزین دیگه، اگه دوست دارین که ماسکتون عین ماسکای بیرون یه قالب بلند میشه. گلیسیرین هم تقریبا یه قاشق پر بشه، من حالا حدودی چون خودم میدونم یه قاشق پر کافیه. قاشق ببخشید مقدارش رو نگفتم، قاشق پر چای خوری قاطی کنین و سریع آب جوش رو بریزین به خاطر پودر ژلاتین. آب جوشم 4 قاشق غذاخوری. سریع آب جوش رو بریزین که ترکیب کامل به خورد هم بره به خاطر پودر ژلاتین و اون ماسکتون زود، یعنی اون حالت بلک ماسک رو به خودش بگیره. کامل مواد رو با هم دیگه ترکیب کنین، میبینین که این بلک ماسکای بیرون میشه دقیقا. حالا خودتون درست کنین کامل متوجه میشین، ببینین چقدر جالب این بلک ماسک بیرونه. یعنی حتما خودتون امتحان کنین متوجه میشین. فقط سری بریم اونور بذاریمش رو صورتمون، به خاطر این پودر ژلاتین این سری میبنده و باید بذاریم رو پوستمون که اون خواستشو از دست نده. ببینین غلظتشو این بلک ماسکای بیرونه. بریم که من خودم خیلی بیشتر از شما هیجان دارم این مواد رو بذارم روی صورتم. بریم. خب اومدیم که با ترکیباتی که با هم دیگه انجام دادیم، پودر زغال فعال، پودر ژلاتین، گلیسرین هم که به دلخواه گفتم مشکلی هم نداره، اگه که نبود فقط حالت خشکی این ماسکمون رو میگیره اگه که توش بریزیم. کاملا هم میبینیم که این ماسک عین ماسکایی هستش که ما بیرون تهیه میکنیم و خدمتون گفتم، اما خواصش خیلی بیشتر. خب بریم شروع کنیم که این ماسک رو روی صورتمون بذاریم. این ماسک رو دیگه نمیتونیم با فرچه بذاریم چون که به خاطر اون ژلاتینش در واقع زود شروع میکنه به خشک شدن. پس تا ماسک رو درست کردین سریع باید روی پوستتون قرار بدین. کامل ماسک رو مثل همیشه روی تمامی نواحی صورتمون پر میکنیم. خب من تقریبا کل مواد رو گذاشتم روی صورتم، همونجوری که میبینین کل صورتم رو پر کردم و حالا ظاهری که میبینین دقیقا این ماسکای بیرونه، اما خواستش رو نمیدونین. خیلی خیلی بهتر از ماسکای بیرونه. حتما درستش کنین، تجربهش کنین و ببینین که چقدر پوستتون شاداب میشه. و اینکه سوالی که میمونه در مورد تایم ماسک روی صورته. خدمتتون تو هر برنامه گفتم ماسکایی که در واقع روی صورتمون میذاریم حدوداً باید بین 20 دقیقه تا نیم ساعت روی صورتمون بمونن. یعنی از این مقدار کمتر باشه واقعاً این همه تایمی که گذاشتیم ماسک رو تهیه کردیم اونقدری نمیتونین خواص رو در واقع به پوستتون برسونیم. پس اگه که واقعاً هم نمیتونین ماسک رو تحمل کنین روی پوستتون، 20 دقیقه رو دیگه اجازه بدین روی پوستتون بمونه. و اینکه در مورد این ماسک و ماسکایی که ما خونه صورت پودر ژلاتین داخلش میریزیم یا بلک ماسک که الان خوش بشه و از پایین کامل بلند میشه، این ماسک هم حدودی همون 20 دقیقه تقریبا زمان میبره که خوش بشه. اما خب ممکنه که روی تیپ پوستیتون هر چقدر چربتر باشه دیرتر خوش بشه. 20 دقیقه هم در واقع بیشتر شد، به نیم ساعت رسید، مشکلی نداره. کامل اجازه بدین که ماسکتون خوش بشه و اون موقع به راحتی خودتون میتونین از قسمت پایین ماسک رو به سمت بالا کلن در بیارین. من برگشتم خدمت شما عزیزان.
صورتم رو شستم و خدمتون گفتم اگه تو ترکیبات این مواد از گلیسرین استفاده بکنین، این بلک ماسکتون مثل بلک ماسکای بیرون دقیقا یه قالب بلند میشه و اصلا اذیتتون نمیکنه. اما اگه گلیسرین رو نریزین مشکلی هم نداره، ولی خب شروع میکنه به خورد شدن و تیکه تیکه شدن و خب اذیتتون میکنه و اونم مشکلی نداره. باز حالا حتما لازم نیست که بریزین، میتونین با آب هم صورتتون رو بشورین و ولی تاثیرش رو ببینین. به انتهای برنامه رسیدیم، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همیشه پر از حس شادی و سلامتی باشین و فراموش نکنین که صورت ما ویترین بدن ما هستش، پس همیشه ازش مراقبت کنین. خدا نگهدار.